هزاران معدن زیر آب رفته در اروپا وجود دارد که می توانند ارزش صنعتی داشته باشند. اما چگونه می توان با ارزش بودن آنها و یا تشکیل معادن جدید زیر آب را تشخیص داد؟ ربات کاوشگر معدن پروژه‌ای با سرمایه گذاری اتحادیه اروپا است که می تواند در این زمینه کارآمد باشد. یک معدن پگماتیت، نوعی سنگ آذرین در فنلاند در دهه 60 میلادی تعطیل و به زیر آب رفت. امروزه دریاچه بالای این معدن مکانی برای جذب غواصان شده است. افرادی که شجاعت گشتن در غارهای تو در توی معدن زیر آب را دارند. از سوی دیگر، آزمایش پروژه تحقیقاتی ربات کاوشگر معدن نیز در همین مکان صورت می‌گیرد. مهندس مکاترونیک دانشگاه تامپر فنلاند درباره این پروژه می‌گوید: ما می‌خواهیم معادن زیر آب رفته را بررسی کنیم. معادنی که نه به دلیل تمام شدن مواد معدنی، بلکه به دلایل اقتصادی رها شدند و ممکن است هنوز مواد معدنی ارزشمند یا مواد معدنی جدید در آنها وجود داشته باشد. این پروژه نتیجه تلاش تیمی بین‌المللی با سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا است. دانشمندان این پروژه رباتی کوچک و کره‌ای شکل با قطر 60 سانتی‌متر را با آخرین فناوری‌های روز همراه کردند. رباتی که در برابر فشار 500 متری عمق آب هم مقاوم است. هماهنگ کننده پروژه و استاد معدن و جغرافیا در مجارستان می‌گوید: این ربات می‌تواند زمان بیشتری را نسبت به غواصان زیر آب بگذراند. این زمان به 5 ساعت می‌رسد و به مکان‌هایی می‌رود که غواصان امکان رفتن به آن را ندارند. زیرا نیازی به سیستم پشتیبانی حیات نیست و تنها به نیروی الکتریسیته نیاز دارد. مطالعات میدانی در طبیعت نشان می‌دهد که ربات کاوشگر تا چه اندازه در محیط‌های کنترل نشده کارآمد است. هدف کوتاه مدت این است که این ربات کاملاً خودگردان وارد دالان‌های غار شود و از مواد معدنی نمونه برداری کند.